This is IRTV, the Iranian television program. با سلام و درود به شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی. هفته گذشته در میان خبرهای ناراحت کنندهی که معمولاً از ایران میرسه، یک خبر خوب هم داشتیم و اون مربوط بود به آزادی موقت خانم نسرین ستوده، حقوقدان برجسته و مبارز پر استقامت حقوق بشر که به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و همچنین روشنگری در مورد تعداد روزافزون اعدام‌ها در ایران مورد غضب رژیم تهران قرار گرفت و به جرم‌های واهی چون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغات علیه رژیم به 11 سال حبس محکوم گردید که در نهایت به 6 سال حبس تخفیف یافت و از سپتامبر 2 سال پیش در زندان اوین به سر می‌برد و با استقامت در برابر فشارهای شدید روحی و جسمی که در زندان به او وارد شده همچنان پایداری کرد. حتما شما هم خبرهای مربوط به اعتصاب قضای او رو در زندان به خاطر اعتراض به نقض حقوق بشر اولیه زندانیان سیاسی شنیده و خوانده. نسرین ستوده در این مدت به دریافت چند جایزه جهانی نائل آمد و مجامع بین‌المللی حقوق بشر پیوسته به پشتیبانی از او پرداختند. حال او فقط برای 3 روز اجازه دارد تا به خانه برگردد و فرزندان خردسال خود را که صدها روز از مادر به دور بودند در آغوش بکشند. صورت مهربان و اراده استوار نسرین ستوده، لطافت ابریشم و استقامت تار و پود اون رو به یاد میاره. به امید آزادی نسرین ستوده و هزاران زندانی سیاسی دیگر که همچنان در بند تحجر گرفتارن، برنامه این هفته رو آغاز میکنیم. با ما باشید. تلویزیون ایرانیان گزارش می‌دهد نسرین ستوده و بهاره هدایت به مدت چند روز از زندان به مرخصی فرستاده شدند. رئیس جمهور اسلامی در مجلس اذعان کرد که تحریم‌های بین‌المللی اثرات منفی زیادی بر کشور گذارده است. گفتگوهای هسته‌ای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون هیچ دستاوردی به پایان رسید. وزیر خارجه مصر بهبود وچه ایران در جهان غرب را منوط به همکاری ایران در حل بحران سوریه دانست. رئیس مجلس در نامه‌ای به علی خامنه‌ای تلویحاً از رئیس جمهور به خاطر آماده نکردن لایحه بودجه شکایت کرد. همایون خرم، موسیقیدان صاحب نام و محمود عنایت، روزنامه‌نگار معروف، در تهران و لس‌آنجلس درگذشتند. مجموعه مهمترین خبرهای یک هفته اخیر ایران همراه با تصاویر اختصاصی و تفسیر سیاسی دکتر نوریزاده از سرویس خبری تلویزیون ایرانیان. پدر من وقتی من از ایران آمدم بیرون و میخواستم حرکت بکنم، بچه بودم، دوستانش آمده بودن که من رو مشاهدت بکنن. رسیدیم، اون وقت هنوز در ایران اتومبیل خیلی کم بود، نبود، اصلا نبود، گویا شاید یکی هم شاید نبود. ما با کالسکه حرکت، با کالسکه اجاره حرکت میکردیم. بعد دوستان پدرم به من گفتن آسه جمال برو توی گوش پدرت از اون بگو برای مفارقت. عادت بود وقتی یک نفر مسافر میخواست بکنه میرفتن تو گوشش از اون میگفتن. پدر من گفت ای راست میگوید، گفت بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، و به طرف من نزدیک شد. وقتی رسید به من سرش گذاشت بیخ گوش من، گفت پسر جان برو درس بخون آدم باشو. به من سعی کردم حتی المقدور اونقدری که دست طبیعت و دست خدایی که من نمیدونم کیست و چیست و چه گونه‌ست و کجاست، تا یه اندازه، تا اون اندازه که ممکن بود برام آدم بشم. به تماشای اخبار تلویزیون ایرانیان IRTV نشستید. بینندگان عزیزان با سلام، توجه شما را به مجموعه مهمترین رویدادهای یک هفته اخیر ایران جلب میکنم. پنجشنبه گذشته 2 تن از کوشندگان سرشناس حقوق بشر از زندان رها شدند تا به مدت 3 روز به مرخصی رفته باشند. این 2 تن نسرین ستوده، حقوقدان، و بهاره هدایت، کوشنده دانشجویی‌اند که برای نخستین بار بعد از بیش از 2 سال با سپردن وثیقه به طور موقت از زندان درآمدند.
ستوده که به دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، زندانیان عقیدتی و کودکان قربانی اذیت و آزار شهرت دارد، در حال گذراندن 6 سال دوره محکومیت خود در زندان اوین است. نسرین ستوده در آذر ماه امسال به طور غیابی به دریافت جایزه ساخاروف پارلمان اروپا نائل گردید. جمعه پریروز عفو بین‌الملل از احتمال اعدام قریب الوقوع 5 ایرانی عرب تبار در اهواز خبر داد. در بیانیه این سازمان معتبر مدافع حقوق بشر آمده است که احکام اعدام این 5 تن به جرم محاربه در دیوان عالی کشور تایید شده و به دایره اجرای احکام ارجاع داده شده است. عفو بین‌الملل میگوید که بنابر گزارش‌ها محاکمه این زندانیان عادلانه نبوده و آنان در زندان مورد شکنجه قرار گرفتند. هفته گذشته رئیس جمهور اسلامی در صحن مجلس سخنانی ایراد نمود. محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود اذعان کرد که تحریم‌های برقرار شده از سوی غرب اثرات منفی بسیار زیادی بر کشور گذاشته است. او در حالی از تأثیر تحریم‌ها سخن گفت که قبلا بارها ادعا کرده بود که تحریم‌های بین‌المللی بی اثر و بی فایده است. احمدی نژاد افزود که لازم است وابستگی دولت به ارز حاصل از فروش نفت قطع گردد. رئیس جمهور ابراز عقیده کرد که باید یک بار و با یک تصمیم مشترک به این موضوع خاتمه دهیم، هرچند که در آن صورت نیز فشارهای زیادی بر ما وارد خواهد آمد. سخنگوی کاخ سفید سخنان احمدی نژاد را گویای تأثیر عمیقی دانست که تحریم‌های بین‌المللی بر جمهوری اسلامی داشته است. او گفت که ایران از بابت سرپیچی از خواست‌های بین‌المللی بهای سنگینی پرداخته و خواهد پرداخت. چهارشنبه و پنجشنبه گذشته تهران شاهد گفتگوهایی بود که در زمینه‌های هسته‌ای میان هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقامات ایرانی انجام گرفت. سرپرستی هیئت اعزامی آژانس را هرمان ناکارتس معاون رئیس آن نهاد و سرپرستی هیئت ایرانی را علی اصغر سلطانیه سفیر ایران در آژانس بر عهده داشتند. محور گفتگوها رسیدن به یک سازوکار مدون برای حل مسائل حل نشده برنامه اتمی ایران بود. هرچند که جزئیات گفتگوها اعلام نگردیده، اما ظاهراً هیچ توافقی میان دو طرف حاصل نشده است. شاید تنها توافق به دست آمده این بوده که یک بار دیگر در ماه فوریه در تهران به گفتگو بپردازند. ایالات متحده از شکست گفتگوهای تهران ابراز تأسف کرد. هفته گذشته حکومت ایران با روشن‌ترین کلام به دنیا گفت که در صدد دستیابی به جنگ‌افزار هسته‌ای نمی‌باشد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه در یک نشست خبری بر فتوایی تاکید کرد که 7 سال پیش توسط آیت الله علی خامنه‌ای در مورد ممنوعیت جنگ‌افزارهای هسته‌ای صادر گردید. مهمان‌پرست که در آستانه برگزاری دور تازه‌ای از گفتگو میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران سخن می‌گفت، اظهار داشت ما اولین کشوری هستیم که خواستار یک خاورمیانه خالی از سلاح‌های هسته‌ای شده‌ایم. مهمان‌پرست افزود برای ما هیچ چیز بالاتر از سخن رهبر نیست و حتی مصمم هستیم که فتوای 7 سال پیش او را به عنوان یک سند بین‌المللی به ثبت برسانیم. یکی از مقامات سپاه پاسداران از احتمال وقوع شورش‌های مردمی در ایران سخن گفت. ناصر شعبانی از فرماندهان سپاه چندان معروف نیست، اما جانشین مجتمع دانشگاهی امام حسین است، دانشگاهی که اعضای سپاه پاسداران را آموزش می‌دهد. ناصر شعبانی روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه قانون پیش‌بینی کرده ناآرامی‌ها این بار از شهرستان‌ها شروع شود. به گفته او مسائل معیشتی و اقتصادی در آستانه انتخابات بر نارضایتی ها تأثیر خواهد گذاشت، اما تأکید کرده سپاه تجربه برخورد با این ناآرامی ها را دارد. او درست میگوید. سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی در سال 88 هر گونه اعتراض مردم به نتایج انتخابات را به شدت سرکوب کردند. حتی این راهپیمایی معروف به سکوت را.
3 میلیون نفر 3 روز بعد از انتخابات سال 88 در اعتراض به نتایج اعلام شده به خیابان آمدند، اما بسیج و سپاه به روی معترضان آتش گشودند. معترضان میگویند حدود 70 نفر در اعتراضهای بعد از انتخابات کشته شدند. حکومت این آمار را قبول ندارد و حتی مدعی کشته شدگان از ماموران بودند نه معترضان. نیروی انتظامی در این چند روز اختشاشات بالغ بر 400 مجروح از خودش به جای گذاشته. با اینکه قوانین جمهوری اسلامی آزادی تجمع را تضمین کرده، اما 2 سال است که معترضان سیاسی از هر گونه تجمع منع می‌شوند. مردم هم به خاطر شدت برخوردها تلاشی برای تجمع اعتراضی نمی‌کنند. با این حال در 1 سال اخیر چند بار تجمع‌های اعتراضی در چند شهرستان شکل گرفت. یکی از آنها نیشابور بود. تابستان امسال قیمت مرغ افزایش شدیدی داشت و حتی به کیلویی 7000 تومان رسید. آزمایش 2 نوع سانتریفوژ جدید. اصرار جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت هسته‌ای مشکوک تحریم‌های فراگیری علیه ایران به همراه داشته. همچنین سوء مدیریت دولت باعث گرانی افسار گسیخته شده است. در ماه‌های گذشته ارزش هر دلار آمریکا از 1200 تومان به حدود 4000 تومان رسیده. برنامه‌های دولت برای مهار ارزش ارز تا کنون بی‌نتیجه بوده. درآمدهای ایران از فروش نفت هم که رسما نصف شده و حتی دولت ایران هنوز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه نداده. نارضایتی از گرانی وجود دارد، اما مسئولان جمهوری اسلامی همچنان اثر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی را رد می‌کنند. امروز مردم ما را از محاصره اقتصادی می‌ترسونند. ما در شرایطی هستیم که ملت ما نشانه‌های پیروزی را به چشم دیده است. وزیر خارجه مصر هفته گذشته گفت بهبود وجهه ایران در جهان غرب بستگی به آن دارد که تا چه اندازه خود را با تلاش‌های جاری برای حل بحران سوریه هماهنگ سازد. این سخن را محمد کامل عمر در مصاحبه‌ای با روزنامه عرب زبان الحیات چاپ لندن بر زبان آورد. او افزود که جمهوری اسلامی نقش مهمی در بحران سوریه دارد و اگر بخواهد می‌تواند بر رژیم بشار اسد تأثیر بگذارد. اگر موسوی و کروبی توبه نکنند، صلاحیت آن را ندارند که در انتخابات آینده شرکت کنند. آنچه شنیدید شاه بیت سخنی بود که پنجشنبه پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور بر زبان آورد. او که در یک نشست خبری سخن می گفت مدعی گردید که میر حسین موسوی و مهدی کروبی مرتکب خلاف شدند و باید توبه کنند و تا نکنند قطعاً صلاحیت حضور در انتخابات را ندارند. موسوی و کروبی که از آنان به عنوان رهبران جنبش سبز نیز یاد شده، به دنبال تظاهراتی که در 25 بهمن 1389 برگزار گردید و در آن شعارهای تندی علیه خامنه‌ای داده شد، در بازداشت خانگی به سر می‌برند و حکومت مداران آنان را سران فتنه می‌خوانند. 2 به علاوه 1 نام ائتلاف جدیدی است که میان 3 تن از چهره‌های اصولگرا برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 شکل گرفته است. آنان علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف و غلام علی حداد عادل هستند که توافق کرده اند نهایتاً فقط یکی از آنان نامزد انتخابات شود و 2 نفر دیگر از او حمایت کنند. ولایتی که رایزن علی خامنه‌ای در امور بین المللی است به یک تلویزیون خبری در لبنان گفت هدف از ایجاد چنین ائتلافی تلاش برای وحدت اصولگرایان است. انتخابات بعدی قرار است خرداد آینده 5 ماه دیگر برگزار شود. هزاران تن از امامزاده های ایران از دولت طلبکارند. هفته گذشته یکی از معاونان سازمان اوقاف حج و زیارت گفت که دولت به تعهدات خود برای دادن کمک مالی به زیارتگاه ها عمل نکرده و به آنها بدهکار است. او کل بدهی دولت به امامزاده ها و مساجد را در حد 180 میلیارد تومان اعلام کرد.
به گفته او در ایران 9192 بقعه وجود دارد که شامل مدفن امامزاده هاست و مردم روزانه 180 میلیون تومان نذر این اماکن می کنند. چندی پیش دو تن از نمایندگان مجلس از اینکه امامزاده ها عموماً فاقد شجره نامه هستند از سازمان اوقاف انتقاد کرده بودند. هفته گذشته دو تن از چهره های نامدار موسیقی و ادب ایران در تهران و لس آنجلس زندگی را به درود گفتند. آنکه در ایران درگذشت، همایون خرم از استادان به نام موسیقی کشور بود که در سن 82 سالگی بر اثر بیماری سرطان در بیمارستان دی چشم از جهان فرو بست. همایون خرم عضو شورای عالی موسیقی رادیو، رهبر ارکستر سازهای ملی، استاد دانشکده موسیقی ملی و آهنگساز در برنامه‌های موسیقی ایرانی و برنامه گلها بود. بسیاری از آهنگ‌های زیبایی که او برای خوانندگان تراز اول می‌ساخت، خیلی زود در میان مردم جا باز می‌کرد و آنها را زیر لب می‌خواندند. چهره نامدار دیگری که هفته گذشته در آمریکا درگذشت، دکتر محمود عنایت، نویسنده و کوشنده سیاسی بود که در سن 80 سالگی بر اثر ایست قلبی در بیمارستان UCLA چشم از جهان فرو بست. عنایت سالهای سال در دوران پیش از انقلاب مجله ادبی نگین را انتشار می‌داد. او در سال 1985 به ایالات متحده مهاجرت کرد و در این کشور هم مجله نگین را تا چند سال پیش منتشر می‌کرد. با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان، هفته پیش در استودیوی تلویزیون ایرانیان بودم و این هفته در فاصله دور در لندن سرد و برفی. خبری قلبم را تکان داد. دکتر محمود عنایت دیگر نیست. نازنین، انسانی که در روزهای خوش زندگی که تصور می‌کردیم دوران استبداد است، نگین را به دریچه‌ای به سوی اندیشه و فرهنگ تبدیل کرده بود. مجله نگین برای همه ما دنیایی روشن از اندیشه و آزادگی بود. جمهوری ولایت فقیه طبیعی بود که تحمل عنایت را نداشت، به خارج آمد، در غربت، در سوگ از دست دادن برادر نازنین جوانش دکتر حمید عنایت و فرزند نوجوانش داغدار شد. با این همه این مرد استوار هرگز از پای در نیامد و هرگز در برابر قدرت سرفرو نیاورد. در گذشت او را به خانواده و عزیزان و شاگردانش و به همه اهل قلم و مطبوعات تسلیت می‌گویم. آن سو در سرزمین ما آقای غلام علی حداد عادل، پدر عروس آقای خامنه‌ای، یعنی پدر همسر آقا مجتبی ولیعهد ولی فقیه، اعلام کرد که به موجب یک آمارگیری ایشان و علی اکبر طبیب حضور ولایتی مشاور اعظم ولی فقیه و محمد باقر قالیباف شهردار تهران ائتلافی کردند و در این آمارگیری 60% از آرا را در انتخابات به دست خواهند آورد. آنها با هم به تعاطی افکار و آرا مشغولند و دو تن از آنها بعد از آمارگیری های تازه در راه خدا کنار خواهند رفت و یکیشان انتخابات را ادامه خواهد داد. معنای حرف غلام علی حداد عادل این است که سید علی آقای نایب امام زمان موافقت کرده است این سه لعبتش در بازی انتخابات حاضر باشند. من همچنان تردید دارم که قالیباف را آقا مجال ورود به عرصه انتخابات بدهد. بازی است برای ایجاد هیجانی کاذب و جذب و جلب آرای بعضی از کسانی که هنوز هم شاید امیدوار باشند میتوان زیر چتر ولایت فقیه به آزادی رسید.
دکان ورشکسته و مفلس ولایت فقیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1988 تعطیل شد، به این معنا که دیگر کسی به این دکان مراجعه نمی کند. امامزاده بی معجزی که مثل امامزاده بی غیرت جاده قزوین باید آن را رها کرد تا فرو نشیند و ویران شود. با این همه بازی انتخابات را همچنان در تردید نگاه داشتند، به این معنا که هنوز معلوم نیست سید علی آقا چه نامزدی را برای انتخابات در نظر دارد. راستی با احمدی نژاد چه کار خواهد کرد که می‌خواهد داستان پوتین و مدویدیوف را در ایران دوباره تکرار کند؟ اینها همه مطالب و مسائلی است که ذهن خواص را در ایران مشغول داشته است، اما عوام در اندیشه نان شبن که هر روز گرانتر می‌شود و زندگی که فرو می پاشد. راستی این رژیم، این قوم و ظالمین با مردم ما چه کردن؟ خنده‌دار است هنوز هم اینجا و آنجا در رسانه های غربی می بینی که درباره انتخابات ایران سخن می گویند، تو گویی انتخاباتی به معنای واقعی وجود دارد. کدام انتخابات؟ وقتی به اشاره ولی فقیه 24 میلیون رأی آقای موسوی 13 میلیون شد و 13 میلیون رأی احمدی نژاد 24 میلیون، 7 میلیون رأی کروبی 300 هزار شد تا آقا بتواند انتقام خود و مجتبی را از او بگیرد، برای اینکه این کروبی بود که مچ مجتبی را باز کرده بود و پرده را بالا زده بود. به هر رو در کنار انتخابات، دیدار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مذاکراتی که به هیچ کجا منتهی نشد، مذاکراتی که در برابرش دیوار بیعتمادی و در این حال بازی های شعبده ولی فقیه بود، سرزمین ما در هفته گذشته اندوهدار و داغدار جوانانی بود که با آلودگی هوا سینه های زخمی دارند، پیرانی که با آلودگی هوا میمیرند، مادرانی که فرزندانشان را در شکم به خاطر آلودگی هوا از دست می‌دهند. چه سرزمینی برای من ساخت آقای خمینی و جانشینش. تا هفته آینده همه شما عزیزانم را به پروردگار بزرگ می‌سپارم. در آینه یلو پیج ملی به خود و پیشه خود مفهوم ملی بدهید. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی. 50 50 100، ایریا کد 818. به چند خبر محلی توجه فرمایید. فردا دوشنبه در آمریکا روز دکتر مارتین لوتر کینگ است که یک روز تعطیل فدرال به شمار می رود. این رهبر حقوق مدنی آمریکاییان آفریقایی تبار بود و در سال 1929 زاده گردید و در سال 1968 به دست یک سفید پوست متعصب ترور شد. چهارشنبه آینده 23 ژانویه مراسم خاکسپاری دکتر محمود عنایت، روزنامه‌نگار صاحب نام، از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر در گورستان جزمین متن واقع در شماره 1847 خیابان 14 سانتا مونیکا برگزار می‌شود. در روز پنج شنبه 24 ژانویه نیز مراسم ختم عنایت از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر در بنیاد ایمان واقع در خیابان موتور ترتیب خواهد یافت. جهت اطلاعات بیشتر با آقای مهدی عنایت با شماره تلفن 310-617-5617 تماس حاصل فرمایید. بعد از ظهر امروز از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر مهندس بهرام مشیری کلاس خود زیر عنوان تحلیل شاهنامه و تأثیر آن بر شکل‌گیری هویت ملی ایرانیان را برگزار خواهد کرد. این کلاس طبق معمول در اولمپیک کالکشن در وست لس آنجلس ترتیب می‌یابد و از حاضران با چای و شیرینی
پذیرایی خواهد شد. کانون سخن فردا در روز دکتر مارتین لوتر کینگ جلسه خواهد داشت که هدف از آن آشنایی با آخرین تغییرات قوانین مالیات بر درآمد است. سخنران میهمان در این جلسه مهدی جمشیدی است. زمان آغاز برنامه هفته بعد از ظهر و مکان آن کالورادو سنتر در سانتا مونیکا است. جلسات کلوب روتاری رنچو پارک که هر چهارشنبه تشکیل می شود این هفته 23 ژانویه جلسه سخنرانی خواهد داشت. در این برنامه که از ساعت 12 تا 1:30 بعد از ظهر برگزار می شود دکتر امیر فصیحی ویرچوال رادیولوژیست و نویسنده پیرامون کتاب خود به نام انقلاب نوروز ایران و زنده کردن جشن‌های ملی به طور نمادین جهت نافرمانی‌های اعتراضی در راه دموکراسی صحبت خواهد کرد. محل برگزاری اولمپیک کالکشن واقع در شماره 11301 بلوار اولمپیک است. سه شنبه پس فردا 22 ژانویه برنامه‌ای زیر عنوان شور حال ایرانی برگزار خواهد شد که در آن مجید نفیسی، برنارد راتفر و نیلوفر طالبی اشعاری را به سبک نو و کلاسیک به زبان فارسی و آرامی با ترجمه انگلیسی قرائت خواهد کرد. محل برگزاری برنامه موزه همر در نشانی 10899 خیابان ویلشر در لس آنجلس است. زمان آغاز برنامه 7:30 بعد از ظهر می باشد. پنجشنبه آینده 24 ژانویه برنامه‌ای در رایترز گیلد برگزار خواهد شد که هدف از آن قدردانی از هما پرتوی است. در این برنامه که در ساعت 7:30 بعد از ظهر آغاز می گردد دکتر فیروز نادری نیز حضور خواهد داشت و شهلا ساروخانی آواز خواهد خواند. نشانی این محل شماره 135 خیابان ساوت دوهینی درایو در بیولی هیلز است. این برنامه را سازمان بنی برت گروه فریبرز مطلوب برگزار می کند. شنبه آینده 26 ژانویه برنامه‌ای در دانشگاه UCLA برگزار خواهد شد که شامل قرائت اشعار رومی به زبان فارسی و انگلیسی و امضای کتابی است به نام رومی with a view to other Persian mystic poets که شاهین مطلبی آن را ترجمه کرده است. این برنامه شعرخوانی و امضای کتاب از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر در ساختمان کرچهاف سالن چارلز یانگ ترتیب می‌یابد. علاقمندان می‌توانند این کتاب را به طور آنلاین از طریق amazon.com و roomybooks.com تهیه نمایند. مرکز مطالعات خاور نزدیک دانشگاه UCLA و برنامه سخنرانی های دو زبانه در مورد ایران به همت دکتر نیره توحیدی استاد تحقیقات زنان و مدیر بخش خاور میانه دانشگاه ایالتی نورتریج برگزار می شود. یک شنبه آینده 27 ژانویه جلسه معرفی کتاب و بحث و گفتگو پیرامون کتاب هولوکاست نوشته دکتر اردشیر بابکنیا تشکیل می شود. در این برنامه دکتر جاله پیرنظر، محقق رضا گوهرزاد، ژورنالیست و نویسنده کتاب دکتر بابکنیا شرکت خواهند داشت. ساعت شروع برنامه 6 بعد از ظهر و مکان آن ساختمان دات هال می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با مرکز اطلاعات 5050100 تماس گرفته و یا به سایت ucla.edu مراجعه فرمایید. 120 راه برای رسیدن به سن 120 عنوان کتابی است که تازگی در 150 صفحه منتشر شده است. نویسنده کتاب دکتر مایک میرحمدی راه‌های مختلفی را که با رعایت آنها میتوان از یک زندگی سالم برخوردار شد و عمری طولانی داشت برمی شمارد و به بیماری‌ها و عوارض مختلف و نحوه مقابله با آنها اشاره نموده است. ایران گوهر نشریه ویژه زنان چاپ لس آنجلس این هفته شماره 123 ویژه دیماه خود را منتشر ساخت. در این شماره از ایران گوهر که در 20 صفحه به چاپ رسیده مطالب متعدد در رابطه با موفقیت‌های زنان ایران و جهان 17 دی به همراه خبرها و دانستنی‌های اجتماعی و پزشکی ارائه شده است. به یک خبر هنری توجه فرمایید.
شب شیراز عنوان برنامه از شعر و موسیقی است که شنبه آینده 26 ژانویه در خانه فرهنگ و هنر ایران برگزار خواهد شد. در این برنامه که با صرف شام همراه است، گلوریا روحانی خواننده آوازهای محلی شیرازی هنرنمایی خواهد کرد و حسین کامروا کمدین معروف به اجرای برنامه خواهد پرداخت. نشانی محل برپایی شب شیراز شماره 20215 خیابان ساتیکوی در کانوگا پارک است. مجموعه خبری این هفته تلویزیون ایرانیان به پایان رسید. جهت اطلاعات می توانید با مرکز اطلاعات 5500 پیش شماره 818 تماس بگیرید یا به سایت iranianlocal.com مراجعه نمایید. به ادامه برنامه امروز توجه فرمایید.